روسیه حملاتش رو به منطقه خارکیف در اوکراین افزایش داده، به طوری که 4000 نفر مجبور به ترک مناطق مرزی در این منطقه شدن. این دومین باره که بعد از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین روسیه داره تلاش میکنه که این منطقه رو بگیره. یک بار همون اوایل جنگ منطقه خارکیف رو به طور کامل تصرف کرد، ولی بعد از اون با پیشروی نیروهای اوکراینی عقب نشینی کرد. حالا گفته میشه که روسیه در تلاش برای ایجاد یک منطقه حائل در خاک اوکراین، در منطقه خارکیف به خصوص، برای جلوگیری از حملات مدام اوکراین به روسیه، به خصوص به منطقه بلگرود در نزدیکی مرز اوکراین، جایی که اوکراین حملات پهپادی خودش رو افزایش داده. همین روز یک شنبه حملات پهپادی باعث شده تا نیمی از یک ساختمان مسکونی در این شهر فرو بریزه و باعث زخمی شدن به گفته مقام‌های روسی بیش از 20 نفر بشه، که احتمال افزایش تلفات یا حتی زخمی‌ها هم بیشتره، به دلیل اینکه نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو برای یافتن افراد از زیر آوارها هستند. به غیر از اون، همین حملاتی که در نیمه شب شنبه به یک شنبه از طرف اوکراین انجام شده، یک نیروگاه پتروشیمی و نفت هم در منطقه ولگوگراد به آتش کشیده شده. هرچند که مقام‌های روسی گفتن این آتش رو خیلی زود خاموش کردن و خسارت آنچنانی نیروگاه ندیده و شخصی هم آسیب ندیده در اون، اما از طرف اوکراینی وضع وخیم‌تره. میدونیم که اونطور که مقام‌های اوکراینی گفتن، وضع در خارکیف، در جبهه‌های این منطقه به شدت پرتنشه. نیروها و مقام‌های روسی ادعا می‌کنن که تونستن روز یک شنبه 4 دهکده جدید رو به تصرف خودشون در بیارن. روز شنبه هم گفته بودن 5 دهکده دیگر رو گرفتن. هنوز مقام‌های اوکراینی این اخبار رو تایید نکردن و رئیس جمهوری اوکراین گفته این کشور به ضد حمله خودش برای عقب روندن روسیه ادامه میده.